با صمیمانه ترین درودها حسین اعجازی هستم و در این روز پنجشنبه چهارم خرداد ماه 1402 خورشیدی برابر با 25 ماه می 2023 میلادی با مهمان گرامی ارجمندی از تلویزیون جهانی ایران فردا در خدمتتون خواهم بود جمعا به مدت 50 دقیقه. خیلی مختصر اشاره میکنم به رویدادهای پیرامونمون و بعد میرویم به دیدار مهمان گرامی و ارجمند عزیز و صاحب نظرمون در زمینه‌های مختلف و به خصوص مسئله بزرگ دنیا یعنی آب و مشکلی که بسیاری از نقاط دنیا رو تهدید میکنه و تغییراتی که در محیط زیست به وجود آمده در اثر ظلمی که بشر میکنه به این کره خاکی و مسلماً شاهد هستیم که عده‌ای اون رو حرف بی ربط میدونن، به قول اینجا یا هوکس میدونن و میگن اینا همش طبیعت داره کار خودشو میکنه، هیچ ربطی به کارهای بشر نداره، به سوخت فسیلی نداره، به سوء استفاده از آب‌های زیرزمینی نداره، به استفاده از آب در جاهایی که نمی جوابگو نیست برای صنایع نداره. اینا مسائلی است که مطرحه. در امریکا مبارزات انتخاباتی برای انتخاب رئیس جمهور در سال 2024 شروع شده و آقای ترامپ که طرفداران زیادی داره و در حال حاضر کاندیدای مسلم جمهوری خواهان هست با اکثریت طرفداری که داره در جمهوری خواهان، رقبایی رو پیدا کرده که یکی دوتا هم نیستن، چند نفرن و از جمله دیروز چهارشنبه در یک توییت که آقای ایلان ماسک که صاحب توییت هست و توییتر هستن و عرض کنم حضورتون یک مادریتور و آقای دوسانتیس فرماندار فلوریدا حضور داشتن، آمادگی آقای دوسانتیس برای مبارزات انتخاباتی پیش رو اعلام شد. آقای دوسانتیس در زمینه سخت جنین، در زمینه آزادی دگرباشان بسیار بسیار محدودیت به وجود آورده و یکی از بزرگترین و مهمترین مؤسساتی رو که درآمد بزرگی برای فلوریدا دارن، یعنی این پارک بزرگی تفریحی که هست رو مورد بیمهری قرار دادن و این مؤسسه چندین هزار شغل در فلوریدا به وجود آورد و باید دید کار به کجا می انجامه. اینها مسائلی است که اینجا باش روبرو هستیم و باید ببینیم که بازی سیاسی کار رو به کجا می رسونه. در بسیاری از ایالات امریکا بعد از 50 سال که سخت جنین با در شرایطی آزاد بود، در موارد بسیاری آزاد بود، با انتصاب 3 قاضی در دادگاه عالی امریکا، دیوان عالی امریکا، این رو لغو کردند و الان دیزنی لند که مورد بیمهری آقای دوسانتیس قرار گرفته داره فعالیتاشو میبره به بقیه ایالات از جمله کالیفرنیا. اینجا هم ما دیزنی لند داریم
ولی خب دیزنی ورلد در اورلاندوی به اصطلاح اون ایالت خیلی سهم بزرگی داشت در اشتغال و سایر مسائل. 100 نفر از دولت مردان قدیمی، یعنی الان کاری نیستن ولی در گذشته مقاماتی رو داشتن، آمدن یک نامه ای رو امضا کردن و خواستن که جمهوری اسلامی ساقط بشه و سپاه پاسداران جزو گروه های تروریست بره، توی لیست گروه های تروریست بره. و جایگزینی رو که پیشنهاد میکنن مجاهدین هستن که تعجب بسیاری رو برانگیخته. و یکی دیگر از عجایب روزگار این که یک نفر از جمهوری اسلامی در یکی از کمیته های حقوق بشر سازمان ملل مسئولیتی بهش داده. اینا مسائلی است که الان مطرح. صحبت هایی که از داخل ایران میشنویم از مجتهدینی که معتقد هستند به اسلام، به تشیع، و ایراد میگیرن به کارهایی که آقای خامنه ای و اوان و انصارش دارن انجام میدن، با کشتارها، با تجاوزها، با شکنجه ها، با زندان کردن ها و اعدام های بی امانی رو که ادامه داره، و بی توجهی سران جمهوری اسلامی به مسئله آب که با مهمان ارجمند امروز در موردش صحبت خواهم کرد. بحث و سوال در این زمینه بی نهایت زیاد هست. در خدمت آقای نیکاهنگ کوثر، دوست عزیز و گرامی و قدیم و ندیم، سالیان ساله که من این شانس رو داشتم که در لطف کنن و هر وقت من دعوت کردم لطف کنن و در برنامه ها شرکت کنن و از اطلاعات کم نظیرشون در مورد آب، مخازن زیرزمینی آب، رودخانه ها و سایر مسائل، و به خصوص هم اکنون که جمهوری اسلامی درگیری پیدا کرده با افغانستان، که البته درگیری جدید نیست، در مورد رود هیرمند و اینکه آبی رو که حقابه رو که باید قانونا به ایران تعلق می گرفت داده نمیشه، و مشکلات عدیده ای رو که این موضوع به وجود آورده. آقای کوثر سلام میکنم و بی نهایت از شرکتتون در برنامه سپاسگزارم. درود بر شما جناب حجازی، و من سلام عرض میکنم به بینندگان برنامه و خوشحالم که باز در خدمت شما هستم. ممنونم از شرکتتون در برنامه. آقای کوثر، اول شروع کنیم از این تاریخچه رود هیرمند و حقابه‌ای که قرار بوده و سالیان سال ایران این حقابه رو میگرفت. لااقل تا اونجایی که من آگاه هستم در زمان محمد رضا شاه پهلوی این حقابه داده میشد، و شاید من ندونم این رو، ممکنه یه مروری بفرمایید به این تاریخچه این قضیه و اینکه کجا بودیم، کجا رسیدیم و الان در کجا هستیم. ببینید، از زمانی که بخشای از افغانستان از خاک ایران جدا شد در دوران قاجار و انگلیس ها نقشی داشتند در تقسیم بندی ها و یا مرز بندی ها، همیشه این اختلاف بر سر میزان آبی که از رود هلمند یا به قول ما میگیم هیرمند به اون محدوده شرقی ایران میرسید. منظورتون هرات هست؟ ببینید، هرات هست و بخشای دیگر. همیشه این درگیری ها وجود داشته. از حدود 170 سال قبل بحث بر سر میزان آب وجود داشته. اما در دوره های مختلف گروه های مختلفی تشکیل شدن و نهایتاً در دورانی که آقای هویدا نخست وزیر ایران بود و آقای شفیق در افغانستان، به یک تفاهمی رسیدن که میزان حقابه که باید برسه
22 متر مکعب به اضافه 4 متر مکعب میشه 26 متر مکعب بر ثانیه بایستی آب به ایران میرسید، که ظاهرا اون 4 متر مکعب آخرش به واسطه حسن همجواری بود که در طول سال چیزی بیشتر از 800 میلیون متر مکعب میشد که بایستی میرسید به از مرز ایران گذر میکرد. میزان آبی که بایستی برسه به ایران بر اساس این هست که چقدر آب در خود حوزه وجود داره که یک ایستگاه به حساب اندازه‌گیری رو در خاک افغانستان مشخص کرده بودن. اگر حد نرمال آب سالانه در حقیقت حوزه باشه باعث این میزان آب به ایران میرسید. در سالهایی میزان آب بیشتر بوده به واسطه حالا میزان برف بیشتر در کوههای که در حقیقت تامین کننده آب هیرمند بوده، در سالهای کمتر. در طی سالهای اخیر این چند سال گذشته میزان آب بسیار کمتر بوده به واسطه برف کمتری که میباریده در اون محدوده، و اگر خاطرتون باشه خشکسالی در مناطق مختلف افغانستان بلای جان بسیاری از کشاورزان شد و خیلی از کشاورزان راهی برای زندگی عملا پیدا نمی کردن. تا اینکه وقتی طالبان میاد و خیلی از همین کشاورزان بی آب رو به خدمت گرفت و با یک لشکر بسیار بزرگ اومد و کابل رو فتح کرد در تابستان 2021. یعنی اگر بخوایم نگاه کنیم که یکی از عوامل سقوط دولت غنی چه بود، یکیش همین بی آبی بود. حالا اون بی آبی و کسری منابع آب کماکان تا حد زیادی وجود دارد، اما طالبان می ترسد که اگر آبی اجازه بده بگذره و برسه به ایران، اون کشاورزانی که در حقیقت حامی شده بودن علیه خودش بشن. یعنی الان بعضی از این دعواها یک مصرف داخلی هم دارد برای اینکه حفظ بکنه اون به حساب تعهدی که کشاورزانی که بهش پیوسته بودن بهش به خود طالبان حمله نکنن به نظر میاد. اما نکته دیگر این هست که زمانی توافق میان ایران و افغانستان در دهه 50 خورشیدی به یک نقطه قابل قبولی رسید که اون موقع میزان اثرگذاری تغییرات اقلیمی بر آبی که یک رودخانه میتونست بده رو در دراز مدت در حقیقت اطلاعاتی نداشتن، و امروز ما میدونیم که بسیاری از رودخانه های بزرگ دنیا به خاطر کمبود منابع برف در سرچشمه ها ممکنه در سالهای بسیار کم آبتر هم بشن. اما این یک قسمت هست در مورد حجم آبی که بایستی از سمت افغانستان به ایران میرسید. بخش دیگر کار این هست که در ایران هر آبی که از اون طرف رد میشد به درستی ازش استفاده نمیشد، سهم محیط زیست به خوبی داده نمیشد و بخشی از این آب رو منتقل میکردن به یک مخازن بزرگی به نام چاه نیمه در بخش سیستان، استان سیستان بلوچستان، که به خاطر میزان تبخیر بسیار بالایی که در اون منطقه وجود داره بخش قابل توجهی از این آب از دست میرفت پیش از اینکه به مصرف برسه. وقتی میگیم میزان تبخیر چقدر است، میزان تبخیر در منطقه سیستان چیزی حدود 4500 میلیمتر در سال هست، یعنی 4.5 متر. شما اگر یک استخر به عمق 4.5 متر داشته باشین تمام این آب تبخیر خواهد شد در طول یک سال. حالا شما فرض بکنید یک مخزن بزرگ آب رو دارید و اینو پر آب کردید، در طول یک سال حجم بزرگی از اون آب به این واسطه تبخیر میشه. در استان سیستان و بلوچستان جمهوری اسلامی نحوه مدیریت آبش بسیار بد بوده در طول این دهه ها، و از طرف دیگر توجهش به حقوق شهروندان نسبت به آب هم بسیار بد بوده، به نحوی که اگر آب هیرمند بایستی بخش شمالی استان رو، حالا محدوده زابل، زاهدان و شهرهایی که در اون منطقه و روستایی که در اون منطقه هستن رو آبش رو تامین میکرد، در بخش جنوبی استان که منبعش هیچ ربطی به هیرمند نداره، عدم توزیع عادلانه آب باعث شده که بسیاری از روستاییان بدون آب باشن و از شهرهای دیگر بعضی از خیرین آب با تانکر میفرستن به اینجاها، و این وضعیت نابسامانی هست که در خیلی از مناطق این استان آسیب دیده وجود داره. آقای کوثر،
برای جلوگیری از تبخیر آب که راهی وجود نداره، اون یه بازی طبیعته. به راحتی نه، اما نحوه مدیریت آب در بسیاری از مناطق این هست که شما از آب رفتها به عنوان یک مخزن استفاده بکنید. شما در محدوده آرنج کاونتی وقتی که میبینید که بخشی از آبها رو دو مرتبه تزریق میکنن در دل آب رفتها که این آبخانها پر آبتر بشن، این یعنی که پس راهی وجود دارد. وقتی شما در دره مرکزی کالیفرنیا از کنار شهری مثل فرزنو عبور میکنید، میبینید حوضچه هایی در کنار خیابان وجود دارد که آبی رو در اونجا ریختن. شما میپرسید این آب برای چی هست؟ این آب برای این هست که یواش یواش نفوذ کنه درون سفره آب زیرزمینی و اون آبخان تغذیه بشه. در ایران ما خیلی از سیلاب ها رو یاد گرفتیم که چگونه میتوان به روش آبخانداری در سفره های آب زیرزمینی ذخیره کرد. این راهکارها وجود دارد. حالا بایستی دید که در چه بخش های از سیستان و بلوچستان میتوان چنین کرد، اما این به معنای نادیده گرفتن حق محیط زیستی هامون و مجموعه هامون های اون محدوده نیست و چیزی است که جمهوری اسلامی به شدت نادیده گرفته و باعث شده زیست طبیعی بسیاری از زیستمندان از بین بره. آقای کوسر، اشاره کردید به کالیفرنیا و میشه راجب نوادا صحبت کرد، هوور دم، سد هوور که یکی از شاهکارهای معماری سدسازی هست. پشتش آبی که پشتش هست به کمترین میزانش در طول تاریخ ایجاد این سد رسیده و گفته میشه که رودخانه کلرادو که آب میفرستاد، یعنی سهم بزرگی از تامین این آب رو داشت، الان خودش گرفتاری داره و گفته میشه که سالیان سال طول میکشه که بارندگی ما داشته باشیم، خوشسالی نباشه که این بتونه به اون سطحی که قبلا بود برسه. این درسته یا نه؟ من اتفاقا هفته گذشته کنار سد هوور بودم و از نزدیک شرایط رو دیدم، هم کالیفرنیا بودم هم سد هوور. پس اینجا آمدین و به ما خبر ندادین؟ خب اون از بیمعرفتی من هست. در خواهش میکنم. من البته به لس آنجلس نیومدم، من به محدوده هایی رفتم که در حقیقت آثار تغییرات اقلیمی رو میخواستم روشون ببینم، بارندگی هایی که امسال در کالیفرنیا صورت گرفت و بارش برفی که در کوههای سیر نوادا بود و حتی دریاچه تولر که سالهای سال خشک بود و امسال آب گرفت و داخل زمینه کشاورزی زیر آب رفته بود در محدوده شمال بیکرزفیلد و جنوب کورکورات محدوده تولر. اما چیزی که اتفاق افتاده در حوزه کالورادو این هست که سد در حقیقت یک منبع آب انسان ساخت است که آبی رو مهار میکنه برای اینکه تنظیم بکنه میزان آبی که وارد میشه و بعد خارج میشه. سد هوور هم در سال گذشته سد آبش رسیده بود به 1040 فوت، امسال 1050 فوت بود، یعنی 10 فوت، یعنی به اندازه 3 متر تقریبا سد بالاتر اومده بود، اما از یک حدی که بیاد پایین تر دیگه امکان تولید برق نخواهد. بله. اونجا سد هوور زمانی که ساخته شده بود سازندگانش توجهی نسبت به مسئله تغییرات اقلیمی نداشتند و نحوه مدیریت به فکر به حد به شکلی بود که هر آبی که وارد می‌شدن ذخیره می‌شد، بعضی‌ها خارج می‌شد، بخشش هم منتقل می‌شد به کالیفرنیا. چیزی که اتفاق افتاده الان در من یک لحظه عذرخواهی می‌کنم چون دهان من کاملا خشک شده، من بایستی خواهش کنم یک مقدار آب به من برسونن که من بتونم ادامه بدم. این خشکسالی فقط در محدوده کالیفرنیا نیست و گاهی وقتا در ویرجینیا هم برای خود من اتفاق میفته که خاطر این هست که بدون محاسبه آب رو مصرف کرده بودم و در کنار خودم یک لیوان آب قرار نداده بودم. ولی چیزی که وجود داره این هست که در طول سالهای اخیر ببینید این آب که رسید از دست محبوبی به دستم من رو نجات داد. سد
سد هوور فقط نیست الان که وضعیت نابسامانی داره، سد گلن کانیون هم در مرز ایالت‌های اریزونا و یوتا هم وضع بسیار نابسامانی داره، کنار شهر پیج که شما در خیلی از فیلم ها ممکن هست تصاویر زیبایی دیده باشین که سنگ های قرمز در کنار یک دریاچه بسیار طولانی، دریاچه پاول، ولی اون هم وضعیت نابسامانی داره. حوزه رود کالورادو که 7 ایالت در حقیقت سهم دارن در این حوزه، در طی چند دهه گذشته به دلیل مصرف بیش از حد منابع آب، یعنی اینکه برای کشاورزی به خصوص آب زیادی مصرف شده، الان بدون در نظر گرفتن اینکه شرایط اقلیمی میتونه وضعیت رو بدتر بکنه، آب رو مصرف کردند. الان ایالت هایی که در حوزه هستند با دولت فدرال یک توافق رو امضا کردند همین هفته گذشته که باعث میشه میزان مصرف آب در این حوزه ها رو مجبور بشن که کاهش بدن برای حفظ حیات رود کالورادو. و از طرف دیگر در نظر بگیریم که مکزیک هم سهم داره از رود کالورادو، یعنی الان فقط وایومینگ و یوتا و در حقیقت نوادا و اریزونا و نیو مکزیکو و کالیفرنیا نیستن که در حقیقت سهم میبرن اینجا. مکزیک هم به عنوان یک سهم برنده نهایی بایستی بخشی از آب بهش برسه، و فقط کمیت نیست، کیفیت اون آب هم در اینجا مد نظره. در ایران شرایط چی بوده؟ من حالا برمیگردونم با بحث رو به ایران. ما در ایران اومدیم و روش مدیریت آبی که در رود کلرادو بود رو کپی پیست کردیم. چرا میگم کپی پیست کردیم؟ به این دلیل که بدون در نظر گرفتن شرایط جغرافیایی، اقلیمی و شرایط اجتماعی، اومدیم گفتیم خیلی خوب، ما هم سدهای مثل سد هوور میخوایم در کشورمون، سد سد امیر کبیر سفید رود. ببینید اینا حالا درسته که دقیقا شکل سد هوور نیستن، دو قوسی هستن، ولی مثلا سد سیمانی قوسی بزرگ هستن که سد دز به ویژه حجم زیادی آب پشتش جمع میشد و از اون به عنوان یک منبع برای تولید نیرو استفاده شد. اینها توجیه بودن که مشاوران خارجی گفتن که بله اگر شما این کارو بکنید مشکلات بسیار زیادی رو حل خواهد کرد. درست هم میگفتن برای زمان خودشون، زمانی که جمعیت ایران بسیار کمتر بود، یک سد میتونست یک نیروگاه هیدرولکتریکی ایجاد بکنه و باش ایجاد بکنن و میتونستن هم آب رو در حقیقت مدیریت بکنن و هم برق تولید بکنن. سد منجیل هم در همون زمان ساخته شد، بله. و سدهای بزرگتر. اما چیزی که اون زمان نادیده گرفته می شد تأثیرات محیط زیستی و اجتماعی بلند مدت این سدها بود. همون زمان بسیاری از فعالان و دانشمندان آمریکایی داشتن راجع به این مسئله مطالعه می کردن و نتیجه در حقیقت کارهای ما به نام اکتیویستی محیط زیستی میشناسیم به واسطه این سدها و همچنین فعالیت‌های دیگر، خود اونها باعث شد که سازمان حفاظت محیط زیست در آمریکا نهایتاً شکل بگیره که قانونمند بکنه بحث آب رو، بحث هوا رو و بحث خیلی از مسائل دیگر رو. تا اینکه وقتی مثلا اون قانون آب پاک که در ایالات متحده وجود داره، Clean Water Act، از یک بحث خیلی مهم در حقیقت حرف میزنه، اونم کیفیت آب هست، ولی در کنار کمیت همه این مسائل رو در نظر میگیرن. در ایران متاسفانه وقتی که انقلاب شد، این تحولاتی که در ایالات متحده شکل گرفت و یواش یواش مقابل نهضت سدسازی آمریکایی ایستاد، این به ایران این نرسید. من با یکی از کسانی که در کنگره آمریکا سالها روی این موضوع کار کرد و استافر بود و تحقیقات زیادی کرده بود، گفت من بسیاری از سدسازان ایرانی رو میشناختم پیش از انقلاب، کسانی بود که میومدن آمریکا دوره میدن و برمیگشتن، اما وقتی که ما اومدیم در حوزه سدسازی یاد فهمیدیم چه اشتباهاتی مرتکب شدیم و یاد گرفتیم که میشه با روش‌های دیگری آب رو مدیریت کرد و با محیط زیست سازگار شد، دیگر اون متخصصان که در آمریکا دوره دیده بودن امکان اومدن به آمریکا رو نداشتن و نتوانستن بسیاری از دستاوردهای جدید رو بیاموزن. و نتیجه چی شد؟ در ایران در زمانی که در آمریکا این بحث نهضت سدسازی با ترمز
اولا روبرو شده بود، در ایران سدسازی با سرعت بالا در دوران هاشمی رفسنجانی اومد. سردار سازندگی. بله، و سردار سازندگی الان اگه ما بخوایم تحلیلش بکنیم به عنوان یکی از عوامل نابودی منابع آب در ایران میتونه در تاریخ جاودانی بشه. آقای کوثر، من در مورد سد سفیدرود یا منجیل و برآورد هایی که شده بود که نتایج حاصله از این سد رو، من سازمان برنامه بودم و برآورد هایی که شده بود بسیاریش عملی نشد، امکان پذیر نشد. اولا گفته شد در اون زمان که یکی از بزرگترین مشکلات سدسازی در ایران، در ایران اون روز، این بود که ما آماری از آبرفت ها نداشتیم، در حالی که مثلا در امریکا آمار فراوانی وجود داشت برای جاهایی که سد می ساختن. این چیزیست که من یادمه، نمیدونم درست است یا نه. و بنابراین آمدن گفتن خب اینجا همینطوری حد زدن که اینجا این میزان آب هست و این سد رو می سازیم و این کار رو. قرار بود سد سفیدرود یا سد منجیل برق بده و که داد، توربیناش اونجا کار افتاد و چیز کرد. ولی در مورد اینکه اونجا بخوان نیروگاه، قرار بود یه نیروگاه برق هم کنار سد منجیل احداث بشه که اون هم شد و اون نیروگاه برای کارش به آب شیرین احتیاج داشت و آب متفاوت از آب رودخانه‌ای که می آمد پشت سد منجیل جمع می شد. گفتن اونجا چاه می زنیم و آب برای این منظور، برای اون نیروگاه های حرارتی به اصطلاح تأمین می شه. چاه زدن، به آب نرسیدن. آمدن، یادم هست یه چیزایی همینطوری، الان خیلی گذشته، گفتن یه نوع چاه می زنن به اسم چاه فیلمن که به جداره چاه لوله های استینلس استیل فرو می کردن که آبهایی که هست در لایه های خاک بیاد بریزه توی اون چاه و استفاده بود. خلاصه داستان، یعنی تمام اون برآوردهایی که شد بسیاریش عملی نشد برای انتقال نیرو و برق. قرار بود شبکه سراسری ایران اون موقع این کار رو انجام بده، نشده بود و ایرادای بسیار زیادی به وجود آمد. ولی به هر حال تونستن یه طوری اون رو رفع و رجوع بکنن و ادامه پیدا کرد. ولی سردار سازندگی با بدون کوچکترین مطالعه، یعنی همون مطالعاتی رو که برای سطح های دز و سفید رود و اینها بود وجود نداشت، آمد به هر جا که حالا یا با منافعی رو که اون زمین های دوروبر داشتن برای زراعت و غیر و زالک یا هرچی که بود، الان ما داریم تاوان اون رو پس میدیم. اینطور نیست؟ ببینید مطالعاتی که در دوران پیش از انقلاب وجود داشت، خیلی از شرکت های مشاور انجام داده بودن و حالا اونها به هر دلیلی به نتیجه نرسیده بودن وجود داشت. و وقتی در سال 1368 شرکت آب و نیرو تشکیل شد، افرادی مثل آقای حبیب الله بی‌طرف و دیگر یاران ایشون در اشغال سفارت آمریکا در سال 1979، اونها اومدن و بر اساس مطالعات انجام گرفته در پیش از انقلاب اومدن یک سری امکان سنجی کردن که کجاها میتوان سد ساخت. و نکته‌ای که وجود داشت، بحث ارزیابی اثرات محیط زیستی بسیار نادیده گرفته شد، چیزی که ما در آمریکا به عنوان Environmental Impact Assessment صحبت می‌کنیم. و همچنین این نکته که در دهه 80 میلادی در ایالات متحده بحث فایده به هزینه ساخت سد رو هم طور جدی شروع کردن بررسی، یعنی اینکه میزان ضررها و هزینه‌هایی که یک ساخت یک سد می‌تونه
وارد بکنه و داشته باشه نسبت به سودش. اگر میزان فایده یک سد به هزینه هاش از عدد یک بزرگتر باشه، این توجیه پذیر میکنه یک ساخت یک سازه رو، اون هم تازه تحت مقررات محیط زیستی. اما اگر چنین چیزی وجود نداشته باشه و توجیه وجود نداشته باشه و از عدد یک کوچکتر باشه، این نسبت نباید بسازن. اما در ایران این مسئله صورت نگرفت. در مورد سد سفیدرود هم بله، الان اون به حساب یک نیروگاهی که در خود سد هست، فکر میکنم حدود 17.5 در حقیقت مگاوات ساعت باشه اون قدرت، اون انرژی که تولید میکنه. اما چیزی که در مورد ایران وجود داره این هست که بخش قابل توجهی از برق که الان داره تولید میشه از سدها نیست در ایران، از سوختهای فسیلی هست و نیروگاه‌های حرارتی بیشتر. بله بله، حرارتی و یا سیکل ترکیبی انواع مختلفش هست. اما نکته‌ای که باید خیلی بهش توجه بکنیم این هست که ایران نیامده سمت انرژی‌های تجدیدپذیر خیلی سرمایه‌گذاری بکنه. ما در ایران باد در خیلی از نقاط در طول سال داریم، ما آفتاب بسیار زیادی داریم، یعنی نیروگاه‌های خورشیدی و نیروگاه‌های بادی این امکان وجود داشت که ازش از پتانسیلشون استفاده بشه و یا حتی استفاده از امواج دریا، همون فناوری که در خیلی از کشورهای دنیا استفاده میکنن. الان در استرالیا در بعضی جا دارن از این فناوری برای تامین انرژی بسیاری از کارگاه و کارخونه استفاده میکنن، در محدوده ساحلی میشد استفاده کرد، چون شما هر جا جزرومت داشته باشین، هر جا جریان‌های زیردریایی، جریان‌های سطحی داشته باشین، میشود از این بند برای تولید برق استفاده کرد. اینو نادیده گرفتن و چسبیدن به انرژی هسته‌ای، در صورتی که میزان انرژی هسته‌ای که مثلا نیروگاه هسته‌ای بوشهر بخواد تولید بکنه، سهم بسیار کمی از کل نیاز ایران رو تأمین خواهد کرد. چیزی که ما باید بهش توجه بکنیم این هست که در ایران هیچ کاری بر اساس محاسبات اجتماعی و محیط زیستی و اقتصادی به طور سریع و صحیح صورت نگرفته و هر چیزی که سیاستمداران خواستن فقط طرح توجیهیش نوشته شده. به این تفاوت داره، شما ببینید آیا توجیه پذیر هست ساخت یک سازه یا اینکه نه توجیه بکنید ساخت اون سازه رو. بر اساس اطلاعاتی که حالا بعضی از دوستانی که قبلا در ایران در قسمت‌های مختلف کار کردن و حالا به من اینو منتقل کردن، بخشی از توجیه ساخت سدها در ایران در بخشی از روزنامه سلام صورت گرفته. ممکن شما بپرسید چه ربطی وجود دارد میان روزنامه سلام و سدسازی؟ نیروهای خط امامی که در حقیقت ناشران روزنامه سلام بودن، بخشی داشتن به نام بخش اقتصادی. بعضی از کسانی که در بخش اقتصادی کار میکردن در شرکت آب و نیرو هم کار میکردن و اینها بسیاری از پروژه ها رو بین خودشون تقسیم میکردن. در نتیجه یه نفر میدن بیکار، آقا تو بیا راجبه این قضیه مطلب بنویس، آقا تو بیا راجبه این قضیه اطلاعاتی کامل کن، و اینها بین خودشون اینا رو چرخوندن. چیزی که برای من ناراحت کننده است این هست که مثلا شما میشنوید یکی از مدیران شرکت آب و نیرو آقای رجب‌علی مزروعی بود. آقای رجب‌علی مزروعی تا اونجا که من میدونم فیزیک خونده، ولی به واسطه روابط که با قدرت داشته زمانی مشاور اقتصادی رئیس جمهور هم بوده. آقای رجب‌علی مزروعی از وزارت ارشاد بخش سانسور کتاب گویا هست میشن، شغل نداشتن فرستادنشون شرکت آب و نیرو مدیر میشن برای بحث ساخت سدهای کرخه و کارونسه. بقیه هم همینطور بودن خیلی هاشون، یعنی کسایی که هیچ ربطی نداشتن به کار اومدن به کار گمارده شدن برای کارهایی که صلاحیتشون رو نداشتن. خب جمهوری اسلامی جمع بی صلاحیت ها رو دور خودش داشته. بله از رئیس جمهورمون معلومه دیگه الان. ببینید از رهبرش معلومه به نظر. رئیس جمهور در حقیقت یک معاون اول رهبری هست. بله بله. و آقای خامنه ای هم هر چقدر که طرف بی صلاحیت تر باشه راضی تره. نمی کنه متا هر چقدر میزان ذریب هوش کمتر باشه طبیعتاً آقای خامنه‌ای خوشحال‌تر خواهد بود، چون می‌بینه از کسی بعداً حاضر نیست در مورد جانشینی آقای رئیسی حتی فکرش هم بکنه. آقای کوثر، الان این لطمات
بی نهایت فراوانی که خورده به سفره های زیرزمینی ها، این فروچاله هایی رو که هر روز داره بیشتر میشه و این سطح هایی که ساخته شده، آیا اگر یک رژیم قانونمند باشعور بیاد روی کار، راهی داره که این سطح ها رو یه طوری یا تخریب بکنه یا اینکه اون روشی رو که پیش آمده بود، یعنی اون شرایط رو از بین ببره که ما بتونیم؟ میدونم که وقتگیر هست، میدونم که موضوع یه روز و دو روز و یک سال و دو سال نیست، یعنی ممکنه سالیان طول بکشه، ولی آیا یه همچی امکانی هنوز وجود داره در ایران؟ ببینید، ما به چند تا نکته باید توجه بکنیم. تغییر رژیم به خودی خود هیچ تأثیری نخواهد گذاشت، اما اگر رژیمی بیاد که افرادی که درش هستن شعور محیط زیستی داشته باشند و قدر قطره قطره آب رو بدونن و با توجه به شرایط اقلیمی و شرایط جغرافیایی و شرایط اجتماعی و فرهنگی ایران بیان و طرحی نو تر اندازن، جای امیدواری هست. ممکنه سوال کنید که خب شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل رفتن و از تأسیسات آبی اونجا دیدار کردن، بسیار عالی و باید خوشحال باشیم که یک سیاستمدار ایرانی، یک در حقیقت کسی که رهبر یک گروه بزرگی است، کسانی هست که میخوان جمهوری اسلامی تغییر بکنه، رفته و درباره آب صحبت کرده، درباره نیاز به تغییر شکل مدیریت آب بحث کرده. این بسیار خوبه. اما نکته‌ای که وجود داره، وقتی که بخشی از بازدید در مرکز آب شیرین کن سرک انجام میگیره و تعریف میشه از آب شیرین کن بدون در نظر گرفتن آثار محیط زیستی آب شیرین کن ها و بدون در نظر گرفتن اینکه آب شیرین کن ها راه حل جامعی برای آینده ایران نیستند، خب این میتونه سوء تفاهم درست بکنه. من اگر ازم مشورت خواسته شده بود، از ایشون دعوت میکردم یا بهشون توصیه میکردم که به بخشای بیابانی اسرائیل تشریف ببرند و ببینند که در اونجاها به چه روش پایداری توانستن بیابان رو مهار کنن و در اونجا به چه ترتیب از پساب تصفیه شده برای درختکاری، برای در حقیقت تغییر شرایط حالا میکروکلیماتیک یعنی ریز اقلیم استفاده کردن و چه روش های پایدار مدیریتی رو بدون استفاده از سازه و یا تکنولوژی با اندیشه توانستند مدیریت بکنن، چه تأثیراتی بگذارن. چرا میگم این مهمه؟ مدیریت آب فقط با استفاده از سازه و تکنولوژی نیست، با استفاده از هوشمندی است. اما وقتی شما بیاید و درباره مثلا آب شیرین کن صحبت بکنید بدون در نظر گرفتن اینکه یک آب شیرین کن چقدر باعث مصرف سوخت فسیلی میشه و ردپای کربن بالایی داره و همچنین آلودگی شورابه ای داره، یعنی بخشی از اون نمکی که گرفتن وقتی میخوان برگردونن به دریا و اینکه با چه حرارتی برمیگرده و چه مواد شیمیایی رو با خودش ممکنه وارد دریا بکنه، در بعضی جاها به قول معروف یک زون مرده ایجاد میکنه درون آب، مگر اینکه با قدرت درون جریانهای آب زیردریایی این فرستاده بشه و پخش بشه. این مسئله در خلیج فارس با آب شیرین کنهایی که کشورهای عربی استفاده کردن، که زیاد هم استفاده کردن، باعث شده که میزان شوری افزایش پیدا بکنه در خلیج فارس، باعث شدن که میزان حرارت در منطقه که آب رها شده بیشتر بشه و زیستمندان در حقیقت خلیج فارس آسیب بسیار جدی ببینن. اما در دریای عمان که عمیق‌تر هست و جریان‌های آب زیردریایی وجود داره و میتوان این کار کرد، در جاهای اگر با انرژی تجدیدپذیر بتونن چنین کاری بکنن، خب این بسیار هوشمندانه است. میتوان در خیلی از مناطق کشور با استفاده از سیلاب‌ها، مدیریت سیلاب‌ها، بخش قابل توجه از آب‌های زیرزمینی رو جبران کرد، اون کسریش رو. و این مسئله بسیار مهم هست آقای حجازی. ما در کشورمون پتانسیل بسیار بزرگ داریم به نام سیلاب.
ما در طول سال این امکان رو داریم که اگر کل منابع آب تجدیدپذیر ما رسیده باشه به چیزی حدود 80 میلیارد متر مکعب در سال، ما می توانیم سالانه با استفاده از سیلاب بین 30 تا 45 میلیارد متر مکعب سیلاب هایی رو که عملا از بین می رفتن رو اینها رو جذب بکنیم، درون سفره آب زیرزمینی ذخیره بکنیم. راهکار فراوان و ارزان قیمتی وجود دارد برای این کار. اما توجه کسانی که وقتی از آب صحبت میشه، یعنی کسانی که خیلی تو این حوزه کار نکردن یا فقط در بخش مهندسی کار کردن، میگن خب بیایم سازه بسازیم، بیایم سد بسازیم، بیایم آب منتقل بکنیم، بدون در نظر گرفتن اینکه این چنین سازه هایی چه آثار منفی بر جای گذاشتن. ببینید سد لار رو شما در نظر بگیرید، مطالعات سد لار پیش از انقلاب انجام شد، شرکت سر الکساندر گیب مطالعه کرده بود اونجا و سد رو در جای اشتباه ساختن. بخش قابل توجهی از آبی که در سد لار میخواد ذخیره بشه درز میره، در این سد هیچ وقت به نقطه تعادلی نمیرسه. سدهای دیگری که الان ما میدونیم اشتباه بوده، هم ساختش و هم نحوه مدیریتش، سد جیروف مطالعاتش پیش از انقلاب انجام گرفت، بعد از انقلاب ساخته شد. این سد باعث شد که آب به جازموریان نرسه و جازموریان یک حیاتی داشت برای خودش، عملا تبدیل به یک تالابی بشه که در سال حالا با یک سیل ممکنه سیراب بشه، دیگه هری رود به اونجا نمیرسه. خیلی از سدهای دیگر اشتباه بودند. در بعد از انقلاب سدهای بسیار اشتباهی ساخته شدند. سد گوتوند یک نمونش بود که معروف، سد کرخه باعث شد که آب به هورالعظیم نرسه و الان هورالعظیم خشک بشه و حالا سپاه هم داره از اونجا نفت هم استخراج میکنه. فراموش نکنیم ساخت یک سد به خودی خود چیز بدی نیست، اما سدها بایستی تاریخ مصرف داشته باشن، یعنی ما بدونیم وقتی این سد رو میسازیم کی قرار هست از دور خارج بشه و چگونه از دور خارج بشه. الان شما در نظر بگیرید سد خاکی عظیمی مثل سد گوتوند یا سد کرخه با اون حجم بسیار زیاد نخاله که دارن اینها، این خاک رو کجا میخوان ببرن؟ یه سوال خیلی بزرگه. شما با این خاک میخواید چیکار کنید؟ این خاکی هم نیست که بشه برای هر چیزی استفاده بشه. یا میذاریم سیمان مثلا سد دز رو زمانی که تاریخ مصرفش تموم شد این رو بخوایم بشکنیمش و بخوایم این سیمان رو باید کجا ببریم؟ تخریب سد به خودی خود اون هم راه حل نیست. ما بایستی به سمتی بریم که اینجا در ایالات متحده زیاد صحبت میشه، بحث میگن میتیگیشن، ادپتیشن و رزیلینس، اینکه چگونه مدیریت بکنیم که خسارت به حداقل برسه، اینکه چگونه خودمون رو سازگار بکنیم با شرایط و اینکه چگونه مقاومت و تاب‌آوریمون رو افزایش بدیم. ما در ایران اگر نتونیم این بحث افزایش تاب‌آوری و افزایش مقاومت رو پیش ببریم و نتونیم راه حل‌های برای مدیریت داشته باشیم، بازنده ایم. ما باید بتونیم از پساب تصفیه شده استفاده بکنیم، چون بخش عمده ای از آبی که مصرف میکنیم تبدیل به پساب میشه. بایستی کشاورزی خودمون رو به سمتی ببریم که آب کمتری مصرف بکنیم برای محصول بیشتر و خیلی از غلات رو عملا بذاریم کنار تولید شده در داخل، بریم محصولاتی بکاریم که این محصولات بتونه نیازهای ما رو تامین بکنه و صادر بکنیم بخش عمده ایش رو و بعد با قیمت ارزان‌تر از خارج از ایران غله وارد بکنیم، دانه‌های که الان استفاده میکنیم. و ما باید یاد بگیریم که مصرف آب چه در بخش خارجی چه در بخش کشاورزی بایستی منطقی بشه. آقای کوثر، اشاره کردید به سفر شاهزاده رضا به اسرائیل. من یادم هست که قبل از انقلاب اسرائیلی ها در ایران در مورد منابع آب کمک کرده بودن و یادم هست که تونل آببر فومن رو اسرائیلی‌ها ساختن در فومن و مثل اینکه کار درست و به جایی بود و نمیدونم هنوز بهره برداری میشه ازش یا نمیشه و اون چه بلایی به سرش آمده، چون این رژیم واقعا هیچ چیزی رو سالم نگذاشته. منابع زیرزمینی، منابع خاکی، خاک و فروخته، آب و فروخته، همه چیز رو الان، یعنی
یک رژیمی است که آمده تاراج کرده مملکت رو و به تاراج خودش هم داره ادامه میده. آیا همین این سوالم باز سر جاش هست که این سطحایی رو که زمان سردار سازندگی آقای رفسنجانی ساخته شد، آیا اینا راهی وجود داره که اینا رو از شرش خلاص بشن در آینده یا نه؟ ببینید، این باید ارزیابی بشه. همونطور که در مورد اجرای هر پروژه بایستی ارزیابی اثرات محیط زیستی انجام بشه، درباره تخریب هم بایستی ارزیابی صورت بگیره که آیا تخریب این سد به نفع محیط زیست خواهد بود یا نه. سدهایی که در ایالات متحده تعداد بسیار زیادیش رو خراب کردن سدهای کوچک بودند که میزان در حال موادی که دارن، نخاله‌ای که دارن، بسیار کم بود در قیاس با سدهای بزرگ. الان در شمال کالیفرنیا و در جنوب اورگان یک رودی هست، رود کلمت، این 4 تا سد داره روش که دارن میخوان خراب بکنن این سدها رو. تخریب این سدها محاسبه میکنن که بایستی چه کار بکنن که میزان تخریب در حدی باشه که آثار منفی محیط زیستی نداشته باشه، وگرنه مجوز تخریب ندارن. بسیاری از سدهای بزرگ رو ما نمیتونیم در ایالت نیومکزیکو در جنوب این ایالت سدی وجود داره بر روی رودخانه ریو گرانده به نام الفانت بیوت. این سد الفانت بیوت، من چند سال پشت سر هم این رو بررسی کردم، میزان آبی که ازش میگذره تقریبا میزان ورودی با خروجی یکسانه و سطح آب به شدت پایین اومده. این دیگه خاصیت سد بودن خودش رو از دست داده. در حقیقت یک دریچه گذاشتن که هرچی آب وارد میشه خارج میشه. خیلی از سدها این اتفاق باید براشون بیفته، به جای اینکه بیایم و تخریبشون بکنیم فراموش بکنیم که اینها یک سدهایی بودن که یک دریاچه‌های مصنوعی بزرگ رو درست کردن. اما خب بایستی دید که آیا اون سدها نوع دریاچه‌ای که براش درست کردن و نوع شرایطی که درست کردن متناسب با شرایط بعد از پایان دوره مصرفیشون هست یا نه. اما مثلا سدهایی که سد گوتوند، برای سد گوتوند یکی از پیشنهادهای که ارائه شد استفاده از یک بایپاس بود، یعنی مثل همونطور که زمانی که سد داره ساخته میشه رود رو مسیرش رو عوض میکنه از جای دیگه برگرده، شاید اون یک راه باشه. شاید راهکارهای دیگر هم باید فکر کرد. اما اگر حکومت عوض بشه، ما یک دقیقه دیگه وقت داریم آقای کوسر، با عرض معذرت. نه خیلی ممنون فرمودید. اگر حکومت عوض بشه، ما نیاز به روش‌های هوشمند، آدم‌های هوشمند و سیاستمداران هوشمند داریم. نحوه مدیریت آب ما باید از پایین به بالا باشه، نه که از بالا یک نفر مثل ولی فقیه بگه باید چنین پروژه انجام بشه یا نگیره. و از کسانی که هیچ آگاهی محیط زیستی ندارن و نگاهشون تنها به مصرف سوخت‌های فسیلی است، اگر در بحث محیط زیست و تصمیم‌گیری محیط زیستی استفاده بشه، بایستی فاتحه آینده ایران رو بخونیم. و امیدوارم که سیاستمداران و مدیران ارشد آینده کشور آدمای هوشمند دورشون داشته باشن، نه کسانی که فقط به فکر مصرف سوخت‌های فسیلی و نابود کردن محیط زیست هستند. آقای کوسر، سوالات زیاده و وقت همیشه محدود. بی‌نهایت از شرکتتون در برنامه سپاسگزارم. امیدوارم در فرصت بسیار نزدیک آینده بتونیم بیشتر راجع به این موضوع بسیار بسیار حیاتی جهانی و مخصوصا در کشورمون که از همه جا الان وضعش اسفناکتر شده صحبت بکنیم. از شما تشکر میکنم، از بینندگانی که با ما بودید سپاسگزارم و از رضا کیهان کارگردان فنی برنامه که مثل همیشه برنامه رو به بهترین صورت هدایت میکنه. منم به افتخار هموطنان عزیز، آب رو نادیده نگیرید و دربارش بیشتر صحبت کنید. حتما. نوش جان و تا دیداری دیگر. شکر. روز روزگار به شما خوش.